اعلامیه مشترک نخستین توافق برای پایان دادن به بحران انتخابات ریاست جمهوری در این اعلامیه دو پیشتاز انتخابات بر ایجاد حکومت وحدت ملی توافق کردند و انتخابات جنجالی ریاست جمهوری برد برد اعلام شد رهبران حکومت وحدت ملی در این اعلامیه تعهداتی نیز سپردند تعهداتی که با گذشت دو سال از صدور اعلامیه هنوز هم بگونه کامل عملی نشدند. ایجاد و تشکیل حکومت وحدت ملی، آوردن اصلاحات در نظام انتخابات کشور، توزیع شناسنامه های برقی، ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی و برگزاری لوی جرگه قانون اساسی تا دو سال از مهمترین تعهدات رهبران حکومت در اعلامیه مشترک بودند. تعدیل قانون اساسی مانده تسکیره همونطور هنوز نامشخص است و اپوزیسیون سیاسی هم هنوز مشخص نیست در این میان یکی از متحدان اصلی رئیس جمهور غنی در زمان پیکارهای انتخاباتی به با این باور است که رهبران حکومت وحدت ملی در انجام مسئولیت ناکام بودند باید حکومت سری بحث کنه ما فکر می کنم که سیاسیون باید بخواید بسیار آزادانه بحث کنن تا یک حل رای حل پیدا شود برای مشروعیت حکومت در این میان تقسیم قدرت میان رهبران حکومت از علتهای پنداشته می شود که سبب شده است دیگر وعده های داده شده روی کاغذ بمانند در مسائل اداره افغانستان و ای که کی و کدام مقام مقرر شد بینشان یک رقابت بود بر اساس ارتباطات قومی و منطقوی و حزبی و تنظیمی و اینا اینا مقرری ها انجام دادند با این هم ریاست جمهوری در این باره دیدگاه بدست نداد حکومت وحدت ملی جایگاه در قانون اساسی کشور ندارد و سنت هایی که به این حکومت مشروعیت داده است اعلامیه مشترک و توافقنامه سیاسی هستند